حتی روی نیمکت متهمان نیز جالب است که انسان حرف و سخنهای دیگران را درباره خودش گوش کند. هنگام اظهارات دادستان و وکیلم می توانم بگویم زیاد راجب من حرف زده شد و شاید بیشتر از جنایتم از خود من صحبت کردند. وانگهی آیا این اظهارات زیاد با هم تفاوتی داشتند؟ وکیل دستهای خود را بلند می کرد و به عنوان یک مقصر از من دفاع می کرد و برایم طلب بخشش می نمود. دادستان دستهای خود را دراز می کرد و مرا مجرم می دانست. اما بی اینکه که بخششی به طلبت. با وجود این چیزی به طور مبهم مرا ناراحت میکرد. با وجود مشغولیت های فکریم اغلب قصد میکردم دخالتی بکنم. ولی وکیلم در آن هنگام می گفت، خاموش باشید. سکوت بیشتر به نفع شماست. به عبارت دیگر مثل این بود که آنها کار محاکمه را خارج از وجود من حل و فصل می کردن. همه چیز بی مداخله من پیش می رفت. بی این که از من نظری بخواهن سرنوشت من تعیین می شد. گاه گاهی به سرم میزد که سخن همه مردم را قطع کنم و بگویم با همه اینها آخر متهم کیست؟ متهم بودن مسئله مهمی است و من مطالبی دارم که باید بیان کنم. اما فکرش را که می کردم می دیدم چیزی ندارم بگویم. وانگهی من بایستی درک کرده باشم که سودی که از مشغول کردن مردم می شود برد مدت زمانی طول نمی کشد. مثلا اظهارات دادستان خیلی زود مرا خسته کرد. فقط بعضی از نکات یا حرکات یا بعضی از جملات کاملش بود که مجزا از سراسر اظهاراتش مرا به تعجب وامی داشت یا توجه هم را جلب می کرد. اگر به خوبی فهمیده باشم اصل فکر دادستان این بود که من جنایت را با قصد و تعمد قبلی انجام داده بودم یا لاقل سعی می کرد آن را اینطور جلوه بدهد. چنانکه خودش این موضوع را می گفت. برای اثبات این مدعا آقایان نه یک دلیل بلکه دو دلیل محکم در دست دارم. اولا در وضوح و روشنی خیره کننده وقایع و ثانیان به کمک روشنایی مبهمی که این روح جنایتکار به دست میدهد بعد وقایع پس از مرگ مادرم را خلاصه کرد و دوباره بیهسی و بیقیدی مرا بی اطلاعیم را از سن مادرم آبتنیم را در فردای آن روز آن هم با یک زن سینمای فرناندل را و بالاخره مراجعتم را با ماری خاطر نشان ساخت در این لحظه مدتی فکر کردم تا حرفش را بفهمم زیرا درباره ماری میگفت رفیقش و برای من او فقط ماری بود بعد فورا دادستان ریمون را به میان کشید. فهمیدم که طرز ادراکش در مورد وقایع خالی از وضوح نیست. آنچه او میگفت به حقیقت نزدیک بود. من با موافقت ریمون نامه ای نوشته بودم و رفیقش را دعوت کرده بودم تا او را در معرض رفتار خشن مردی که اخلاق مشکوکی داشته قرار دهم. در کنار رقیب های ریمون را تحریک کرده بودم. ریموند زخمی شده بود و من هفتیرش را گرفته بودم و به تنهایی برای به کار بردن آن برگشته بودم و همانطور که از قبل نقشه کشیده بودم مرد عرب را زده بودم و منتظر شده بودم و برای اطمینان به اینکه کار به خوبی انجام یافته است باز چهار تیر آهسته و با دقت یا به عبارت دیگر با روشی حساب کرده خالی کرده بودم. آنگاه دادستان گفت و این است آقایان من از رشته وقایعی که این شخص را با علم به علل کارش به قتل نفس رهبری کرده است در برابر شما سخن گفتم و گفت روی این مطلب تکیه می کنم زیرا در این مورد صحبت از یک جنایت عادی یا از یک عمل غیر ارادی نیست که شما بتوانید حالات و وضعیات را در آن موثر بدانید این مرد این مرد باهوش است شما به سخنان او گوش دادید اینطور نیست او میداند چه جواب بگوید ارزش کلمات را میشناسد و درباره آنچه انجام داده نمیتوان گفت قصد و قرضی نداشته من گوش میدادم و میشنیدم که مرا باهوش و زیرک دانم. اما به خوبی نمیفهمیدم که صفات یک مرد عادی چگونه میتواند در مورد یک مقصر بار خورد کننده ای به شمار بیاید اقلا این موضوع بود که مرا متعجب می ساخت و من دیگر به دادستان گوش ندادم لحظه ای که شنیدم می گفت، آیا هیچ اظهار ندامت کرد؟ هرگز آقایم در تمام مدت بازپرسی حتی یک دفعه هم این شخص از جنایت دهشتناک خود متأثر به نظر نمی آمد. در این لحظه در حالی که همانطور به جملات طاقت فرسای خود که در حقیقت علت آن را نمی فهمیدم ادامه می داد. به طرف من برگشت و مرا با انگشتش نشان داد. بیشک من نمی توانستم خودم را بازدارم از اینکه حق را به جانب او بدهم من از کاری که کرده بودم زیاد تأصف نمی نمیخوردم اما تا این حد کینهجویی مرا متعجب میکرد میخواستم سعی کنم صمیمانه و تقریبا با دلسوزی به او حالی کنم که تا کنون هرگز نتوانستم حقیقتا بر چیزی افسوس بخورم من همیشه هرچه پیشایت خوشاید را در مد نظرم داشتم اما طبیعتا در این وضعی که مرا قرار داده بودن نمی توانستم با هیچ کس به این نحو صحبت کنم. من حق نداشتم خود را تأثیر پذیر یا خیرخواه جلوه بدهم و سعی کردم باز گوش بدهم. زیرا دادستان راجب روح من صحبت می کرد. می گفت که آقایان قضاد در روح من دقیق شدن ولی هیچ چیزی در آن نیافتن. میگفت در حقیقت من ابدا روح ندارم و هیچ خصوصیت انسانی در من نیست. و از آن اصول اخلاقی که قلب انسان را محافظت می کند حتی یکی را هم دارا نیستم. می افزود بیشک ما نمی توانیم گله کنیم که چرا فاقد چیزی است که نتوانسته است به دست بیاورد. ولی وقتی صحبت از چنین محاکمه است تقوای کاملا خالی از اغماز و گذشت باید جای خود را به تقوای دیگر که سختگیرتر ولی عالیتر است یعنی به عدالت بدهد. به خصوص وقتی قلب خالی از همه چیز این مرد به صورت پرتگاهی در آمده باشد که بیم سرنگون شدن اجتماع در آن برود. در این هنگام بود که از طرز رفتار من با مادرم صحبت به میان آورد و مطالبی را که طی محاکمه بیان کرده بود تکرار کرد. ولی خیلی بیشتر از وقتی که راجب جنایت من صحبت می کرد حرف زد. آنقدر زیاد حرف زد که عاقبت من چیز دیگری جز گرمای آن صبح را حس نمی تا لحظه ای که دادستان از سخن بازی استاد و بعد از یک لحظه سکوت دوباره با صدایی بم و موثر رشته کلام را به دست گرفت آقایان همین دادگاه فردا درباره دهشتناکترین جنایات یعنی قتل یک پدر قضاوت خواهد کرد به عقیده او نیروی تصور در مقابل این سوء قصد وحشتناک پا عقب میکشید می گفت با کمال جرأت امیدوار است که ادالت خواهی مردم بی هیچ ضعف و فطوری این جنایات را مجازات بکند. اما از بیان این مطلب نمی که وحشت ناشی از این پدرکشی در مقابل وحشتی که از آن بیهسی و بیغیدی من در او ایجاد شده بود شدت خود را از دست میداد. و نیز به عقیده او مردی که اخلاقا مادر خود را میکشد مثل همان جنایتکاری است که دست جنایت به طرف هستی دهنده خود دراز کرده است به اجتماع لطمه میزند در هر صورت اولی اعمال دومی را مهیا میسازد آن اولی به یک معنی سرمخش دومی است و عمل او را قانونی جلوه میدهد و در حالی که صدای خود را بلند کرده بود افزود آقایان من اطمینان دارم که اگر بگویم مردی که روی این نیمکت نشسته است جنایتش و تقصیرش با مردی که فردا در اینجا باید محاکمه بشود یکیست عقیده ام را مبالغه آمیز تلقی نخواهید کرد در نتیجه به جزای آن نیز باید برسد در اینجا دادستان صورت خود را که از قطره های عرق میدرخشید پاک کرد و بعد گفت که وظیفه درناکی به عهده اوست اما او مصمما آن را به انجام خواهد رسان و اعلام کرد که من کاری به کار اجتماعی که اساسی ترین قوانین و اصولش را انکار می کردم نداشتم و در نتیجه نمی توانم با چنین قلبی که ابتدایی ترین تأثیرات را فاقد است از چنان اجتماعی کمک بطلبم. بعد گفت من سر این مرد را از شما می خواهم و این طلب را با دلی آسوده از شما می کنم. زیرا اگرچه در مدت این شغل طولانیم بارها چنین مجازات های سنگین را تقاضا کردم باید بگویم که هیچ وقت با قوت قلب امروز این وظیفه دشوار را انجام نداده بودم. وظیفه ای که طبق فرمانی مقاومت ناپذیر و مقدس تعدیل شده است و بر اثر وحشتی که از من در برابر این صورت انسانی که در آن جز خطوط قیافه یک قور را نمیخوانم سنجیده شده و روشن گردیده است. وقتی که دادستان به جای خود نشست سکوتی نسبتا طولانی برقرار شد من از گرما و از تعجب گیج شده بودم رئیس کمی صرفه کرد و با صدایی بسیار آهسته از من پرسید آیا مطلبی ندارم که بیافزایم من بلند شدم و چون دلم میخواست حرف بزنم گرچه کمی سر به هوا گفتم قصد کشتن آن مرد عرب را نداشتم رئیس جواب داد که این فقط ادعاست و گفت تا کنون از طرز دفاعم سردر نیاورده است و خیلی خوشبخت خواهد شد اگر قبل از صحبت کردن وکیلم درباره عللی که مرا وادار به این عمل کرده بوده توضیح بدهم من در حالی که کلمات را با هم قاطی می کردم و به وضع مسخره آمیز خودم پی می بردم با تندی جواب دادم که علت و باعث این عمل آفتاب بود تالار از خنده پر شد وکیلم شانه خود را بالا انداخت و بلافاصله به او اجازه صحبت داده شد و او اعلام داشت که دیر وقت است و او چندین ساعت وقت لازم دارد و خواهش می کند که جلسه به بعد از ظهر موکول گردد دادگاه موافقت کرد